سلام دوستان، با آموزش VBA در خدمتون هستیم. در جلسه قبل دیگه کل این پروژه رو با هم مرور کردیم و رفتیم دیدیم که تا کجا در واقع میتونیم پرینت بگیریم، تک پرینت بگیریم، از کل لیستمون پرینت بگیریم، تنظیمات پرینت رو درست بکنیم و بتونیم از چکمون پرینت بگیریم و خب خیلی جلو رفتیم توی VBA. یه نکته ای که تو جلسه قبل گفته بودیم در خصوص تکرارها بودش که یه اشاره‌ای داشتیم به فور استیتمنت و خب ما یکی از پرکاربردترین تکرارها فور استیتمنت هستش. دو تا دیگه تکرار هست که کاربرد زیادی دارن، یه دونه فور ایچه و یه دونه هم وایل هستش. تو این جلسه ما می‌خوایم در مورد این دو تا تکرار هم صحبت کنیم. چرا؟ چون تکرارها خیلی مهمه تو تمام زبان‌های برنامه‌نویسی. یکی کاندیشن ها هستن که با ایف آشنا شدین، خیلی راحت بودش، و یکی هم تکرار ها هستن که خیلی مهمه. اگه این ایف و فور رو بدونین خیلی از کاراتون رو میتونین تو زبان های برنامه‌نویسی جلو ببرین، مثلا تو وی بی ای که ما میخوایم به صورت ساده برنامه‌نویسی کنیم. یکی از ضعف های البته ضعف نیست، خب حق داره اکسل، اینه که توی سلول ها ما تکرار نداریم و یه آپشن خب خیلی کوچیک واسه ما قرار داده اکسل که واسه اینیبل کردن تکرارها هستش، اینیبل ایتراتیو کلکیولیشن تا 100 تا و مثلا ماکسیمم چنج. حالا خب ما نمیخوایم اینو الان درس بدیم، اگه اینو تیکشو بزنیم میتونین یه تکراری رو بر اساس یه سلول داشته باشیم. اما کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که بتونیم تو سلول ها از یک جای شروع کنیم به یک جای دیگه بریم، یا کاری رو چندین بار انجام بدیم. مثل کاری که اینجا دیدیم، ما میخواستیم از کل اون تیبلمون پرینت بگیریم و گفتیم به ازای هر سطر اون جدولمون بیا این کارها رو انجام بده، خب و یه کار رو انجام بدیم. این تکرار محدود به سلول نیستش، اینجا گفتیم یه پرینت رو به ازای هر یک هر یه آی در نظر بگیریم. میتونستیم همینا رو برداریم و بگیم به ازای هر آی یک پرینتی رو بگیریم، یه کار رو انجام بده در کل. خب حالا ما میخواییم در مورد تکرارهای دیگه صحبت کنیم. من یه اکسل جدید باز میکنم. توی این اکسل پروژه جدیدم که تو ویژوال بیسیک اگه بریم خودش باز میشه، توی این پروژه جدیدم خیلی رفته اینجا، خب یه دونه ماژول میندازم، ماژول استاندارد. خب میخوایم اینجا بنویسیم، یه سابی رو تعریف میکنیم، میتونیم اصلا فانکشن تعریف کنیم که اونجا تو خود اکسل از فانکشنمون استفاده کنیم. بیایم یه فانکشن تعریف کنیم به نام iterative. خب این پابلیکه، چون چیزا اولش ننوشتم و اگه ننویسیم پابلیک در نظر میگیره. خب من از این فانکشن میخوام یه چرخه فور رو به شما بگم، یه چرخه وایل رو به شما بگم و یه چرخه فور ایچ. درسته؟ خب بیا چیکار کن و یه دونم البته اینجا یه ذره پیشرفته ترش میکنه، به سادگی نمیخوایم باشه. من میخوام وقتی که از فرمول مثلا ایتراتیو انا باید بشناسیم، هنوز نمیشه سیوش نکرد. خب میخوام وقتی که فرمول ایتراتیو رو زدم بیاد توی شیت یک من این ستون رو بگیره و به ازای هر چیزی که عدد هستش چیکار بکنه. مثلا اینجا اعداد رو می‌نویسم، ای هم می‌نویسم. خب یه دونه جمع به من بده، یه دونه average به من بده و یه دونه چی اسمش؟ انحراف میگه. خب واسه این کار من باید بیام چیکار کنم؟ دونه دونه این ستون ها رو بیام پایین. خب مثلا یکی دیگه هم تکست بذاریم، اونایی که عدد هست رو جدا کنم و سامیشنشون حالا در بیارم. درسته؟ خب میرم تو کد وی بی، میام چیکار میکنم؟ یه دونه فور آی
مساوی از یک، درسته؟ چون اینو قبلا دیدیم توضیح زیاده بهش نمیدم، تا تعداد تا پایین بره، تا کل ستون ها، خب تا کل ستون های A و B. خب میگم شیت یک، شیت یک درسته، دات رنج A کانت کن، میشه کل شمارش کل ستون های سلول های رنج A. خب به ازای هر کدوم یه سری کار انجام بده و برو نیکس آی. خب این یه سری کار چیه؟ میام میگم یه فاصله میذارم if، خب شیتز یکم دات سلز ستون سطر آیوم من و ستون اول من خب مساویه باید بگم نامبر باشه، is a number. خب حالا میام میگم مثلا اگه بزرگتر از صفر باشه، چون میدونم اونطوری نامبره، فقط عدد بزرگتر از صفر رو میخوام بگیرم، یا مثلا صفر هم در نظر بگیریم بزرگتر از منفی یک بود. خب آنگاه اند ایف هم میذارم اینجا که بعدا یادم نره. آنگاه خب بیا چیکار کنم، من قبلش یه متغیری تعریف میکنم به نام سامیشن مساوی صفر در حال حاضر. خب بیا این سامیشن منو بگیر مساوی کن با عدد قبلی که تو سامیشن بود به اضافه، حالا این یکی که بزرگتر از منفی بود یعنی عدد بودش. خب پس اینو میام بعداً کپی پیست میکنم سلول آیومم تو سطر آیوم تو ستون یک. خب نه تنها این سامیشن رو لازم دارم جمع بمنده، میخوام تعداد اون سلول هایی که عدد بود هم داشته باشم. کانت یه متغیر به نام کانت تعریف کنم، اونم صفر میکنم. هر وقت این شرط برقرار بود یه دونم به کانت باید اضافه کنم، میشه کانت مساویه با کانت به اضافه یک، درسته؟ پس از این طریق میتونم، البته بهتره این کانت سلز می نویسم که یه موقع یه دونه لغت از پیش تعریف شده واسه اکسل نباشه. خب پس الان تعدادو دارم، سامیشنش هم دارم. خب و در آخر وقتی که سامیشن و تعدادو به دست آوردم، بیا بیا تو شیت من اینجا سامیشن رو واسه من قرار بده. بهتری یه دونه کانت هم داشته باشیم که ببینیم چه تعداد بوده دیگه. اینجا می‌نویسم کانت. کانت رو بذار اینجا، سامیشن هم بذار اینجا. خب پس میام اینجا، یادم رفت کدوم سلول بود، ستون چهارم سطر اول و دوم، درسته؟ پس شیتز یک من دات سلز سطر اول ستون چهارم من برابر با مقدار کانت سلز باشه، کانت سلز، و شیتز یک من دات سلز دو چهار سطر دو چهار من مساویه با سامیشن باشه. خب از این طریق فکر کنم اوکی باشه. من اینو ران میکنم، دیباگ میگیرم، اینجا میسمچه، سامیشن به اضافه شیتز یک دات سلز، فکر کنم سامیشن ها رو اشتباه نوشتم. خب اینم درست میکنم، دوباره پلی میکنم. احساس میکنم شیتز یک سلز سامیشن یک، خب یه ایتریشن میره ولی ایتریشن های بعدی رو نمیتونه بره. چیکار میکنم؟ دیباگ میکنم، دونه دونه میرم جلو، یه استپ یه استپ یه استپ یه استپ. الان آی من یکه، خب
کانت هم حالا هر عددی که هست یه استپ دیگه میرم، یه استپ کانت هم شده یک، سامیشن هم هنوز صفره، یه استپ دیگه میرم، الان سامیشن من شده یک. چرا شده یک؟ چون اینجا من عدد یک رو دارم، درسته؟ خب یه استپ دیگه میرم، الان از اینجا به بعد آی من فعلا یک، آی میذاره دو، اینجا الان آی دوه، میام اینجا میگم آیا بزرگتر از منفی یک هست؟ نه، چون ولیوش تکسته بزرگتر از منفی یک داره در نظر میگیره، خب به خاطر همین نمیتونه جمع ببنده. من یه تلاش دیگه ای میکنم، بعد اگه نشد سرش میکنم، دات ولیوش رو میگیرم. میتونیم بگیم if it's number، خب بازم نه مشکل داره. خب چیکار میکنم؟ میام یه گوگل باز میکنم، یه سرچ میکنم if a cell's value is number in excel va. خب میخوام ببینم چجوری میتونم is numeric میتونم استفاده کنم، از یه فانکشن استفاده میکنم، اگر is numeric بود این کار انجام بده به جای اینکه درد سر بکشم. خب میام فقط کافیه اینجا the syntax for is numeric function in Microsoft Excel is in، میام اینجا دیویون یارم بالا، به جای این قسمت شرطمو کلشو پاک میکنم، حالا کلش نه این سلول رو لازم دارم. خب به جاش میگم اگر نامریک بود، درسته؟ به جای اکسپریشن هم اون سلول هم قرار میدم، آنگاه بیا این کار رو انجام بده. اوکی خب حالا دوباره رانش میکنم و پرفکتلی ران و کاملا اجرا میشه. خب فقط داره طول میکشه، چرا؟ چون داره میره کل سلول های یک شیت رو بررسی میکنه. خب ما این کار رو راحت تر هم میتونستیم انجام بدیم، اما میخواستم خب با فرموله فور آشنا بشیم. اینجا میاد اینجا سلز رو اشتباه نوشته بودم. خب الان باید کانتو گذاشته باشه، کانتو گذاشت، میخواست بیاد اینجا سامیشن بگیره، نتونست، فقط کانتو چون اینقدر زیاد گذاشته، معلومه به ازای هر سلول داره متوجه میشه که این عدده، درست میگم؟ خب یه بار رانش میکنیم استپ این تو، میریم بعدی، الان آی دوه، نه وارد ایف نشد، کانسلز من یکه، این احتمالا سلول های خالی رم داره نامریک در نظر میگیره، الان چند پنجه، من زیاد زده بودم، میخوام بره روی مثلا یه سلول خالی، الان نوه، ببینم چند تا من سلول پر کرده بودم تا نه، بعدی خالیه، بعدی هم احتمالا این داره صفر در نظر میگیره، آره داره صفر. خب من یه کار ساده میتونم بکنم به جای اینکه برم حالا سرچ بکنم، شاید اشتباه باشه، اما از یه فانکشن به نام اند اور استفاده میکنم. خب میام میگم اگر این ولیو بود و اند، خب این مقدار ولیوی من حالا بزرگتر از منفی بزرگتر از صفر بود، چون اون رو هم احتمالا صفر نمیشه، آنگاه بیا این کار رو انجام بده. خب حالا یه بار دیگه رانش میکنم. خب دوستان تو این جلسه ما حالا فور رو به صورت کامل تر یاد گرفتیم و یه مقدار با هم تونستیم سرچ بکنیم و دیباگ کردن رو ببینیم. ما وقتی که یه کدی رو می‌نویسیم، حتی یه کد به این سادگی رو، باید تعداد خیلی زیادی ران کنیم و دیباگ کنیم و سعی کنیم تیکه تیکه انجام بدیم. من نمیرم دیگه وایل و فور ایچ الان بنویسم، اول فورم رو کامل کردم، هی دیباگ کردم تا به یک نتیجه مطلوب برسم، الان کد تموم شد، ران شدش،
نتیجه رو اول میبینم، میبینم اوکی الان نتیجه مناسب رو گرفتیم، تعداد 7 رو تونست بشماره از اینجا، بگی آقا 7 تا از اینا عدد بودن و مجموعشون هم شد 24. واسه وایل و فور ایچ هم تیکه های بعدی هم به همین شیوه باید جلو بریم، یعنی کدمون اول واسه وایل تا یه بخش کامل میکنیم، باز دوباره اجرا میکنیم که حالا چون طولانی میشه من تو جلسه بعد بهتون میگم، و نوع دیباگ کردنش رو هم باز دوباره نگاه میکنیم که چطور باید دیباگ بکنیم. خب فقط یه نکته میمونه که من دوست دارم بهتون بگم، یه دونه سامیشن اینجا هستش که من صفر رو چرا اول قبل از فور اضافه کردم. خب منطقیه، من میخواستم اینجا وقتی که مثلا سامیشه و کانسلز میام واردش میشم یه عددی رو بعد به اضافه یک بکنم، یعنی خودشو هر دفعه بگیر با یک جمع کن و بذار اینجا. دفعه اول که میخواد جمع انجام بده اگه تعریف نکرده باشم که صفره، ارور میده، نمیتونه جمع رو انجام بده، میاد میگه چی رو به اضافه یک کنم به اضافه کانسلز بکنم، تازه تعریفش کردی. خب با خاطر همین قبل از اینکه وارد چرخه بشم میگم اینا صفر بودن از اول، اینو یاد باشه. بعد میاد اینجا میگه اوکی این صفره، حالا کانسلز هم که متغیره به اندازه صفر هستش، بیا اینجا مقدارش دوباره صفر رو به اضافه یک کن و بذار دوباره داخل این. دفعه بعدی این یکه که میاد واردش میشه، میگه یک رو به اضافه عدد قبلی کن میشه دو و بذار اینجا، و همینطور میره جلو. و همین قضیه هم واسه سامیشن صدق میکنه، هر عددی که بود اول صفر به اضافه این میشه و میذاریمش تو این، دفعه بعد اون صفر به اضافه این اینجا هستش و دوباره اینو جمع میکنه با عدد بعدی و همینطور مجموعش رو به دست میاره. خب پس این شد ایف داخل فور. حالا در جلسه بعدی وایل رو با هم نمیسیم و اگر وقت شد فور ایچ، اگر نشد که دوباره یه جلسه جلوتر بشیم. ممنون از توجهی که داشتین، امیدوارم موفق و پیروز بشین. خدا نگه.